بنده از روزگار ملی شدن صنعت نفت و دوران مرحوم دکتر مصدق که وارد امور سیاسی و جلسات سیاسی شدم، آشنایی من با مرحوم علامه جعفری وقتی بود که در اصفهان یک کانونی تأسیس شد به اسم کانون علمی و تربیتی جهان اسلام. آقای مرحوم مهندس عبدالعلی مصحف ایشون مسئولیت اونجا را داشت و اونجا را میگردوند و هر هفته از گوشه و کنار ایران دعوت میشدن. یکی از این افرادی که خوب تر دعوت میشدن مرحوم علامه جعفری بودند. در سال 48 بود که مرحوم مصحف خودش داماد علامه جعفری بود، داماد اولی بود و پیشنهاد کرد که ایشون دختری دارند و میخواید شما یه دیداری داشته باشید. بالاخره سرنوشت و قسمت به قول اصفهانی ها شد و دیگه ما هم که با علامه جعفری نزدیک بودیم از نظر شاگردی و استفاده و اینها. شهود عقد آقایان آیت الله طالقانی، مرحوم مهندس بازرگان و دکتر صحابی بودند. چهره های انقلابی دیگری هم بودند. آقای جعفری متوجه شدند که ما با چه کسانی رابطه داریم و از شایعه بود که علامه جعفری همچی در سیاست دخالت ندارند، گرچه در تئوری های سیاسی حتی حکمت اصول سیاسی که از کتاب های ایشونه و در مسائل قدرت، حکومت، سلطنت ایشون آثاری دارند. خب مرحوم علامه جعفری فرمودن آیا برای خدا این کار رو میکنیم یا برای مثلا قهرمان شدن شخصیت؟ نم کسی که برای قهرمان شدن اینا نمیخواد زندان بره. من هر کاری میکنم برای خدا هست و در مسیر الهی. یادم از پسر اولم که به دنیا اومده بود همون روز منم از زندان آزاد شدم و پدرم اسم همون پسر اول را گذاشت علی آزاد، چون من اسمم تو خونه علی بود و نه علی آزاد شده بود. 14 ماه من تو پادگان اصفهان تو ضد اطلاعاتش انفرادی توی اتاق بودم، حتی اجازه نمیدادن که اونا یا سربازا هم با من تماس داشته باشن. تهرانم که زندان بودم در اوین یا در کمیته بیشتر انفرادی بودم. تمام بدن منم دیگه زیر شکنجه های طاقت فرسا بود. هرچی بیشتر شلاق میخوردم روحیم بهتر میشود. منو بردن با مرحوم عباس دوزدوزانی، منو که شلاق های منو شمرده بود 284 تا فقط کابل بود، گفت تعجب کردم که نمردی. گفتم نه، من به این زودی تصمیم مردن ندارم. البته مرحوم آیت الله بهشتی در یه جلسه ای به من گفتن که ما دلمون میخواد شما حزب اصفهان رو اداره کنی و چیکار کنی. از به من از تک حزبی مخالف بودم. اتفاقا برای مجلس اولم پیشنهاد ایشون بود که به عنوان لیست حزب من در لیست قرار بگیرم. 4-5 تا رو اینا معرفی کردن که فقط من و آقای پرورش، مرحوم پرورش به مجلس راه پیدا کردیم که یعنی از حزب. البته افراد دیگری هم مثل آقای مرحوم امید نجف آبادی که از جناح دیگری به اصطلاح بودن، آقای دکتر سلامتیان که از جناح آقای بنی سعد بودن و حتی آقای مصحف و یا آقای حسینی بودن که اونها به مجلس راه پیدا نکردن. فقط من و آقای پرورش، آقای امید و آقای سلامتیان دور اول مجلس از اصفهان رفت.
میدونید در همون دوره فرمانداری هر روزی گروهی تظاهرات میکردن، همین تودهی ها، کمونیست ها، جلوی استانداری، جلوی فرمانداری، جلوی قصاب ها جدا، نمیدونم شاگرد ها، یه باتری فروش ها جدا، یه دفعه همه حقشونو میخواست. و شما فکر کنید منم تنها چطوری میتونم حق همه رو بدم؟ آقای بهشتی میگفتن همسایه یاری میکنن تا شما استانداری کنی. در هر صورت شوراها رو تشکیل دادن، با کمک شوراها بیشترین و بهترین کار انجام شد. تا یه سال تقریبا شهر آرام شد و استاندار جدید تشوردن. آقای بوجنوردی تو با اونم هفتش ما بیشتر نبود، اونم حزب کاندیدای مجلسش کرد و اونم نماینده شد و رفت مجلس. دولت آقای بازرگانم یه روز نفتا در اختیار استاندار، یعنی در اختیار ما گذاشته بود و 500 میلیون تومان یه رو نفت بود و ما به قدری با این پول تونستیم کار کنیم. این پل فردوسی که نبود، وقت ما این پل فردوسی رو زدیم و ارزان شاید 50 میلیون این پل زده شد. یه رو خدمت امام بودیم، امام فرمود که من بودم، بجنوردی بود، آیت الله انواری بود، آقای حجتی کرمانی بود، آقای شهید محلاتی بود، ما پنج تا خیلی با هم نزدیک بودیم و میخواستیم یه حزب تشکیل بده که آقای حجتی به امام گفت میخواییم یه حزب خط سه تشکیل بده. امام بعد تو سخنرانی گفت نمیخواد، همونا که هستن بسه. به من گفتم که برین دور و برای آقای بنی صدر. گفتم آقا امام، حضرت امام دیگه دیر شده، ما هم سقوط میکنیم و سقوط کرده ایم، تا حال واسطه بوده ایم و این نامون دیگه فایده ندارید. امام گفتن پس به ایشون بگون یا همدان نره چون قرار برد همدان، یا سخنرانی نکنه، اگه سخنرانی هم کرد علیه رجایی حرف نزن. من گفتیم باشه. در شب رفتیم، گفت از رادیو، از تلویزیون شنیدم امرو پیش امام بودیم. گفتم بعد، گفت حرف تازه‌ای بود. گفتم که والا حالا عرض کنم خدمت. و اونا رفیقاش بودن. چه کسان؟ گفت نه بفرما. چه کسان پیشش بودن تو؟ یه دوتا خون بودن ده اینا، خیلی یادم نیست دیگه. باشه صلاح بگم نمیخوام هم بگم. عرضم به خدمتتون هیچی دیگه. اینا گفتم، گفتم امام ممکنه، گفت بگو، گفتم من و نقطه رفت تو فکر رو. گفتم امام ممکنه است که فرمانده کل قواره وقت برداره و به ضرر شما میشه. اونا گفتن نه، تو این شرایط جنگ امام این کارو نمیکنه، شما برید ولی مثلا چه جوری حرف بزنید، یه جوری حرف بزنید. و یه دفعه شب تلویزیون گفت که ایشون سخنرانی کرد و مردم گفتن مرگ بر بنی صدر. مرحوم آیت از اول خب جزوه ایشون نهضت حزب زحمت کشان قبلا بودن، دور دانشجویشون 1331 و 1332 جزدار و دست بقایی بودن، من میشناختمشون که حزب زحمت کشان رو داشتن. با این جبهه ملی اینا خیلی مخالف بودن، گای دعوا و حتی کت کاری اینا. ایشون رو من معتقد بودم نفوذی بودن تو حزب و خب با زرنگی ها و سیاسی کاری هایی که ایشون داشت، حتی تو خبرگان همه یه نما کاندیداها باید بیان سخنرانی کنن تو صدا سیما، این گفت من به شرطی حاضرم که با آقای طاهری با هم باشم. آقای طاهری هم فوق‌العاده اون وقت محبوبیت داشت در اصفهان. گفت این نیم ساعت رو مخواهیم دو تای پلو هم میشینیم یه ساعت باشیم. و صحبت کرد رو همه حساب رأی بود تو حزب و با بنی صدر و طرف داره، حتی موسوی نخست وزیر میر حسین موسوی و با اینا خیلی مخالف بود، اینا رو مصدق میدونست. به
نمیسمی اینا از هواداران قبلی انقلاب سازمان مجاهدین و دیگه اینا بودن که مسلمان مونده بودند، نه اونا که تغییر موضع داده بودند. نصر الله من گفت اومده تو مجلس، گفت آره میسنگ گرفت، امکان داره اعدامش کنن، چون اون وقتا بعضی مجاهدینی که مبارزه کرده بودن بعضی هاشون رو اعدام کرده بود. شنیدم که آقای لاجوردی هم به میسمی گفته بود که عمودی اومدی افاقی داری میری. ما هم رفتیم که آقای هاشمی رو بهش گفتیم که آره میسمی گرفتن، اون میسمی که با آقای رجوی اینا مربوط نیست، حتی رجوی اینا رو تهدید کردن و دشمن اینا هست، لاجوردی وقت ادامهش نکن. گفت شنیدم اسلحه دارند و اسلحه هاشون رو نمیخوان بدن. از طرف من برو زندان اوین. به میسمی بگو که اسلحه که دارین بده، از سپاه من هرچی بخواهیم اسلحه بدون. خب آقای میسمی هم نه چشم دارن دست هم ندارن. بالاخره ما وقت گرفتیم و از طرف دفتر آقای هاشمی جلدم وقت میمون دادن، زود رفتیم اوینو توی اتاق مبلهی ما را بردند و بعد ایشون را بردند و بناکت راجب مجاهدی حرف زدن، راجب جنگ حرف زدن ساره. اونا اومدند و یه ضبط صوت گذاشتند اون وسط. ما هم ترسیدیم، حالا این فکر کنند ما تنهاییم، هرچی یه چیزایی بگیم. گفت بالاخره هی حرفای ازش میقاپیدیم، دوباره حرف خودمون نمیزدیم، انداختیم تو توپا تو زمینه. آقای هاشمی رفتیم تا آقای هاشمی خیلی ناراحت شده که شما رو دستگیر کردن و ایشون پیغام داده که اگه اسلحه ای چیزی میخوان سپاه داره، هرچی میخوان، اگه اینا اسلحه ای چیزی شما میخوان بهشون بدیم، آ چیزی دارید. بالاخره حرف ها زدیم و یخته هی گنده گفتیم آقای هاشمی ناراحت است و دست آقای هاشمی هم اصلا خرش به این گلا نخوابیده بود، خیلی چیز نبود، اما خب ما هی گندش کرد. در هر صورت که حرف ما را بره ضبط شد و ببرند برای دادستانی، چون اون که ناچین شسته بودند اصلا صحبت نیم کردن که میسمی نفهمه کسی هم اینجا هست. خب منم که جناحی نبودم، فوق جناحی بودم همش. شما ببینید بیشترین دوستای من آقای مهندس کوپای، آقای تو اگه بزرگ داشتی که روزنامه نگارا برای من گرفت و سخنرانش آقای کوپای مثلا و آقای حاج رسولی ها و دیگران. نه من خیلی جناحی نیستم، البته ممکنه فرض کنید آقای استاندار، آقای شهردار، آقای فرماندار را تأیید کنن، ولی خب قبلا من شهرداری تمام کتابخونه هاش رو اداره میکردم، سرپرستی میکردم. برنامه ریز که خب اون جناه جناب دکتر سقایی که اومدن و که خیلی به هم نزدیک بودیم و ایشون منو به زور از آموزش پرورش بردن دانشگاه. من که حقوقم در اون وقت 10 تومن بود تو آموزش پرورش، وقتی رفتم دانشگاه 8 تومن شد و کمتر شد و رتبه من بود. اینجا رتبه بالای دبیری بودم، اونجا رتبه 1 مربی بود. ببینید جلسه آقای سقایی ها منو برده بودن. با این حالت من میخواستن رئیس دانشگاه بشم، ایشون میخواستن برن بورسیه، ولی خب دیگه وقت اومدند منم رفتم خدمتشون. گفتم ببین تو شهر داری فقط من سیاسی آتوند اینا هستم، باقی مدیر ها همه زحمت کشن، کار شده سوشون، سرمایه گذاری روشون شده، اینا باشون همکاری کن، منم خودم میرم. آخه ما معتدل نیست، خیلی تند اینا نیست. البته خب بعضی ها بخواستن تو بعضی مصاحبه با این ها در مقابل من قرار بدن که، ولی نه اونم معتدله بود، تقریبا مثل ماست. خب تمام مشکلاتم که بعد برای من ایجاد شده، حتی برای مجلس من رد صلاحیت کردن، بعد همین
حمایت از شخصیت آیت الله منتظر بود. حمایتی هم من نکردم، فقط جوری بود که من هیچ وقت علیه ایشون حرفی جایی نزدم و ایشون همیشه بزرگ میدونست. چیزی که خیلی ازش استقبال شد سیاهکاری های بنی امیه بود که چهار تا بود تو این بحرانی که مردم کتاب نمیخونن چاپ چهارمش پنجمش شد و اون که الان دارم نوشتم ریاکاری های بنی عباسه که شاید تا 2000 صفحه نوشتم 5-6 جلد میشه و فکر میکنم کتابایی که من نوشتم مورد قبول قرار میگیره. آقای مهندس میسمی مخصوصا که بعضی اینا رو چاپ میکنه اصرار داره که شما نه مصاحبه بکن، نه مقاله بنویس، نه سیاسی حرف بزن، بشین بنویس. گرچه میگه یاد ایام جوانی جگرم خون میکرد، خوب شد پیر شدم دیگر و نسیان آمد. هنوبر ما نسیان خیلی نایمده.